سلام، با شما هستیم با ادامه سفرمون در تاریخ مبارزه ایران برای آزادی. سوالی که ممکنه برای خیلی ها مطرح باشه اینه که بعد از هر انقلاب و تغییری هرج و مرج و آشفتگی در پیشه. چه کسی میخواد اوضاع رو سر و سامون بده؟ چطور میشه شرایط رو به سمت درستی هدایت کرد؟ راه حل چیه؟ دولت موقت، دولت یا حکومتی که در دوران برزخ سیاسی به منظور انتقال قدرت از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر تشکیل می شود و تا زمان انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن و تا اولین انتخابات برای تشکیل حکومت جدید عهده‌دار امور کشور است. دولت موقت ممکن است در خارج از کشور بنیان گذاشته شود و آن هنگامی است که کشور در حالت اشغال خارجی یا جنگ انقلابی باشد که در این صورت دولت آزاد نامیده می شود. از نمونه های آن دولت موقت فرانسه به رهبری ژنرال دوگل بود که در زمان جنگ جهانی دوم در لندن تشکیل شد و دولت آزاد الجزایر که در زمان جنگ داخلی با فرانسه توسط جبهه آزادی بخش الجزایر تشکیل شد و مرکز آن قاهره بود. در مورد مقاومت ایران، همونطور که قبلا توضیح دادیم، شورای ملی مقاومت در سال 60 تشکیل شد و طی سالهای بعد از اون طرح‌ها، برنامه‌ها و مصوباتش رو برای چنین دولت موقتی تهیه و تکمیل کرد و ارتقا داد. مثل تشکیل کمیسیون‌های مختلف، برنامه‌های دولت موقت. اما دولت موقت نیاز به یک رئیس جمهور منتخب هم داره. شورای ملی مقاومت در سال 1372 دست به چنین انتخابی زد. به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی. ملت بزرگ ایران، در کمال شعف و افتخار مصوبه شورای ملی مقاومت ایران درباره انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور آینده کشور را به استحضار می‌رسانم. بر مردم و بر تاریخ ایران، بر سرزمین شیر و خورشید، بر مقاومت ایران و بر ارتش آزادی گرامی و فرخنده و مبارک. مقام ریاست جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران بر عهده خانم مریم رجوی خواهد بود. 1. تعیین زمان مناسب اعلام این مصوبه بر عهده مسئول شوراست. 2. به محض تصدی ریاست جمهوری در ایران، خانم مریم رجوی از کلیه مسئولیت‌های سازمانی خود استعفا خواهد کرد. 3. دوره ریاست جمهوری ایشان پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس جمهوری جدید ایران پایان می‌یابد. جالبه، ولی نکته اینه که چرا میگیم رئیس جمهور برگزیده؟ یعنی چطور بدون اینکه انتخاباتی برگزار بشه خودشون رئیس جمهور انتخاب کردن؟ شاید کسی باشه قبول نداشته باشه. خب در واقع عبارت کاملش رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم هست. یعنی اینکه منتخب شورای ملی مقاومت که اون هم نماینده اقشار و طیف‌های مختلف مردم ایرانه و بعد هم صرفاً برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایجاد شده.
مردم ما تجربه تلخ دزدیدن انقلاب 57 توسط خمینی رو دارن. توی چنین شرایط حساسی اگه جریان مسئولی وجود نداشته باشه که بتونه حاکمیت رو به مردم منتقل کنه، هرج و مرج میشه. یا اینکه دزد دیگه‌ای پیدا میشه که محصول رنج و خون مردم ایران رو مثل خمینی سرقت کنه. متاسفانه الان هم که دوران دیکتاتوری هست و امکان برگزاری انتخابات نیست که مردم بتونن توی اون شرکت کنن و فرد مورد نظر خودشون رو انتخاب کنن. اصلا به همین دلیل هست که شورای ملی مقاومت تلاش کرده با معرفی این رئیس جمهور موقت در سریع ترین زمان ممکن، یعنی 6 ماه، شرایط رو برای برگزاری انتخابات آزاد فراهم کنه. این نشون دهنده رشد این مقاومت هست که از الان برنامه‌اش رو برای آینده با شفافیت تمام معرفی کرده و وظیفه این رئیس جمهور و دولت موقت هم صرفاً برگزاری انتخابات آزاد و انتقال حاکمیت به مردمه. مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، متولد 13 آذر 1332 تهران، فارغ التحصیل مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، از مسئولان جنبش دانشجویی وابسته به مجاهدین علیه رژیم شاه طی سالهای 1352 تا 1357، از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران 1358 تا 1360، کاندیدای نمایندگی مجلس 1358، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین 1364 تا 1368، مسئول اول مجاهدین 1368 تا 1372، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، پارلمان در تبعید 1372. یکی از برادران او، محمود، از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین است که در دوران شاه یک زندانی سیاسی بود. خواهر بزرگتر وی، نرگس، در سال 1354 در زمان شاه به دست ماموران ساواک کشته شد. خواهر دیگر او، معصومه، که دانشجوی مهندسی صنایع بود، در سال 1361 به دست رژیم ملایان دستگیر و در حالی که باردار بود بعد از شکنجه های فراوان اعدام شد. رجبی از نوجوانی به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست و پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی یکی از کاندیداهای مجاهدین در تهران برای اولین انتخابات مجلس در سال 1358 بود. اما با تقلب‌های گسترده رژیم نوپای بنیادگرا، هیچ یک از اعضای اپوزیسیون به مجلس راه نیافتند. با این همه، رجبی بیش از 250 هزار رأی را به خود اختصاص داد. خب پس رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردمه. یعنی بعد از سرنگونی آخوندها. حالا سوال اینه که هنوز رژیم سرنگون نشده. پس سالهای قبل از سرنگونی فایدش برای جنبش مردم چیه و چه دستاوردی داره؟ قبل از هر چیز باید گفت که شورای ملی مقاومت مسئولیت خودش رو در قبال پیشبرد مسیر مقاومت ایران برای رسیدن به آزادی و تضمین آینده ایران انجام داده. اون این کار رو با ارائه طرح‌های مختلف برای آینده ایران انجام داد و این طرح هم در ادامه همون هاست. طرحی که با شفافیت دوران انتقال رو توضیح میده. اما در دوران پیش از سرنگونی، در مبارزه با دیکتاتوری که یکی از اصلی ترین ویژگی‌هاش بنیادگرایی و زن‌ستیزیه، انتخاب یک زن به عنوان رهبر سیاسی یک پاسخ برای جامعه و یک چالش برای حکومت. ضمن اینکه مریم رجوی نقش جدی در پیش بردن یک مبارزه سیاسی و بین المللی برای رسوندن صدای مردم ایران و مقاومت ایران و مطرح کردن این آلترناتیو در سطح بین المللی داشته. مبارزه‌ای که در زمینه‌های مختلف مثل تروریسم و نقض حقوق بشر جنایت‌های رژیم رو افشا کرده، روی حقوق مردم ایران تاکید کرده و رژیم رو به این نقطه، یعنی نقطه ضعف و سراشیب سرنگونی رسونده. A movement needs a strong principled
collaborative leader, and that is what you have. Thank God, and Mrs. Maryam Rajavi. She is able, she is principled, she is visionary, she is selfless. No one has given what Mrs. Rajavi has given to the cause of Iranian freedom. I am as convinced as anything I've been convinced in my life. We will all live. We will all live soon, on a day far sooner than you know, to wake up one morning when the Iranian people reclaim their country and their freedom and their lives. In this struggle, there has been one voice that has never tired, never cowered, never changed, fixed on the Iranian future like a sailor on a star. I admire with every ounce of my body. Madame Rajavi se bat pour être la véritable alternative pour un Iran démocratique et respectueux de son peuple. A resistance movement led by Madame Rajavi, growing popular support amongst Iranians that is not only dedicated but determined and has the leadership to see through the will of the Iranian people in their quest for freedom and democracy. اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری ما در نبرد برای آزادی برای صدها هفت خان دیگر حاضر و آماده ایم. ارائه طرح 10 ماده‌ای برای ایران فردا، هدایت یک کمپین حقوقی و سیاسی دشوار و چند ساله در آمریکا و حسب نام سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت از لیست تروریستی آمریکا. هدایت یک کمپین حقوقی و سیاسی پیچیده در دادگاه‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا و حسب نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان و اتحادیه اروپا. هدایت چند رشته افشاگری در رابطه با فعالیت‌های اتمی آخوندها و شکست این پروژه. به شکست کشاندن توطئه‌های ننگین و نافرجامی مثل کودتای 17 ژوئن علیه مقاومت ایران. هزاران ملاقات سیاسی با هزاران شخصیت سیاسی در جهان برای رساندن صدای مردم و مقاومت ایران. هدایت جنبش دادخواهی برای دادخواهی جنایت علیه بشریت آخوندها در قتل عام 67 و نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران.